سر تنها بگی که اومد، سر تنها بگی و ملت را در ایجاد آشنایی
بلوا می دانند نمایده روشن مثل فشیه بقایی زمان اینم بگیر اومد اینقدر میره عروس خانم. خیلی دلم میخواد به هم بخوره. چه عروسی بابا؟ خوب وقتیه. به این میگن عروسی.
چرا این آقای امانی فقط 40-50 تایی مهمون دعوت کرده؟ چیه؟ خسیسه؟ نه، تو هم وقت گیر آوردی؟ وقت چیه؟ یه امشبه بابا. تو باید یه هفته آف میگرفتی. آدم مثل اینه که خواب میبینه. یه تلفن به جمال بزن امشب با باباش بیاد اونجا، جایی داداشت کنیز کور میکنه. بعد نگفتی یه شماره ازش دارم، اون کارخونه ای که کار رو کرده. نمیدونم هنوزم اونجاست یا نه، اما امانی نمیدونم. عیب نداره بابا، یادته که همیشه میگفت هر موقع خواستی عروسی کنی منو خبر کن.
چی میگی شما ای پچ و پچ؟ برنش یه عکس ستایی برنشین. ای آقایی بشورت میگن آقای موقع، آقای نامور، آقای دامور، سرحد. بیا سرحد. بله چشم، داماد جوون، عروس خانوم مهربون، همسر خوب، لبخند یه خورده جمع و جور کرد. آها لبخند لطفا. مرسی. حالا که ما رو کردی فوتوی سیار، بیا یه عکس تکی ازت بگیرم برای مجله شکار و طبیعت. آماده باش بدون فلاش ها. میذارمتون وسط یه عکس فامیلی ازت. داریم زود با هم خودمونی بشیم. مرسی. شوهرت وقتی عکس رو گیره دیگه. اینا کی هم دنبالت هم؟ نگفته بودی شریکات هم؟ پای شکار هم. خب دیگه دست گلم. آدم فکر میکنه ریختن تو خونه آدم. راستی امانی نریسن خونه تو بگیرن. با ما کاری ندارم، اگه بفهمن خوب نیست اونا شریکام هم. اینو جدی میگم. از دوستای داداش بود. جمال و داداش زیاد آدم ها رو تو خودشون را نمیدادن. باید خیلی زحمت کشیده باشه. نه زحمتی که بابای جمال هنوز تو این سن و سال داره میکشه. نمیدونم کاش بحث جمال رو بل کن، از امانی بگو. اون روزی که اومد بیمارستان تو نبودی. خیلی مستقیم به این گفت همسایتون بودم. تو بچگی عاشقت بودم. شما کجا ما کجا. خیلی کار کردم. شاید منو اصلا یادت نیاد. رفتم آمریکا، کار کردم و درس خوندم. یه کارخونه کوچیک چوب بری دارم. توی کارخونه رنگسازی شریکم. پدر مادرم رو جمع جور کردم. هنوزم عاشق تو هم. زنم میشی؟ هیچ کسی هم تو این دنیا بیشتر از من نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. وقتی گفت همه زندگی نکبتی گذاشتم فقط تو اون وسط این دست گل بودی، گفتم زن کی بشم از این بهتر. این باز بوی همون محله ها رو میده. اینا چه خوب چه بد پای عقیدشون وای میسن. بگو بزرگشون میکنی پای سرم و گرماشون وای میسی. برای رفتنشونم باید جشن بگیری. اون از برادرش، اینم از این. درسته، تو هم مثل دختره. اینا یه جریان کلاسیک. کلاسیک بازه؟ قشنگ بیشه. خیلی ممنون. رنگیاش خیلی قشنگ بیشه. من از دوستای قدیمی لاله هستم. آفرین. سیما زن من. هم بزرگ شدن تا دانشگاه. مثل اینکه تموم شده. تموم شده. تموم شده. میخواین فیلماتونو همه رو بدیم من بدم برای چاپ؟ نه یه رفیق دارم سر کوچه همون لابراتوار بود. دیروز تو این شلوغی شیشه ها شکست. شیشه مردمی که در رفته بودن تو دکونش قایم شد. قایم شد. اما لابراتوارش تو خونه هست. با هم تو شرکت خودمون جانم یه لابراتوار مجهز عکاسی. راستی؟ بهترین به جون شما. فانتاستیکه. ما همیشه عکسای شکارای خودمون رو تو این لابراتوار چاپ. پسر فانتاستیکیه. متشکرم. بله بفرمایید. بله. چشم. همانی مینو من از بچگی عکس میدهدم. برابا تو عکس خوبی هم میدهدم. شکارای کمیابی هستم. اصل پرقدرتی هستم. بیازارم. ولی گاهی با شیر در میاد. حتی
سلام. خیلی خوش اومدید. سلام فرموش. بیا. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون گفتم. خوش اومدید. بیا خوش برای شکار مرد خیلی خوب کاری کردی که اومدی. انشالله مبارکه. همین که یادمان بود اینو ما رو دعوت کردیم. خود محلی ها بهتری محیط میشنست. بیا بگیرن یا میشه کارچی های بگیرن. شما آفریقا و دوستان آفریقای چطورید برای شکار نرفتید؟ یعنی هنوز محلی شکار میکنید؟ تو جیب بارونی من چیه؟ چیه؟ بمبه؟ نه، کوچیکتر. یک گلوله است. گلوله چرا؟ امروز صبح از تن یه تیر خورده در آوردم بیرون. خیلی لذت برام داشت. اما وقتی تیر راست راسی تو خیابون در رفت و به پای راست راسی خورد، آدمایی مثل منو تکون میده. حالا میفهمم که ما چقدر از مردم عقبیم. حالا واجبه تو عروسی از این حرفا بزنی، اینقدر زود احساساتی نشو. آخه تو نمیدونی امروز صبح چه خبر بود. من خیلی چیز Thank you.
بقیه. من تو این تاریکی از این بغل میرم یه باشم. پس تا دم در منم میرم. از فردا به حسابه. یه بار شکسته شد، از فردا شروع میشه. اگه با داداش کاری داشتی، یه شماره غریبه داشتی، برگشتم همونجا کوچه باریکه، اومده بودی که اب نداره تلفن کنم. نه، یه زنگ بزن قطع کن، دوباره بگیر. منم اون حالی رو که باید داشته باشم ندارم. نمیدونم، یه جور شک و بلش کن. داداشو میبینی؟ نه، خیلی وقت ندیدمش. اینو بهت نگفته بودم، ترسیدم ناراحت شی. نمیدونم. پشیمونم چرا از اول به حرفای تو و داداش گوش نمیکردم. بالا چی بگم؟ فقط اونایی رو که میشد باشون جست گرفت حفظ میکردم. استضعاف، زندانی سیاسی، امپریالیسم، اعتقاد، مبارزه، مرتجع، شریعت، ساواک. میگفتم که قلمبه، من که خوشگلم. ولی حالا نمیدونم. اینجا این؟ خیلی عقبتون گشتم. میبینی چه وقتی برق رفت. بفرمین بالا، خواهش میکنم. بفرمین بالا. عیب نداره، بهتره. کجا آقا جماعت؟ چرا به این زودی؟ میموندی برای شام؟ بالا. چرا داداش نیمد؟ اون وقت هم سخت گیر میامد. ولی حالا هم به قول معروف خورما بر نخیل و دست ما بوده. نه دیگه، مرخص میشم. این لطف شما بود و لاله که ما را از قلم ننداخته. منم بهش میگم. خب بمون دیگه. میخوان زودتر برن که تو خیابونا نباشن. این شبا و روزای خوده خطرناکه. خوبه، قانون اجرا میکنن. کار از این حرفا و این بحثا گذشته دیگه. قانون گذارای واقعی توی خیابونه. میمونی بیشتر با هم حرف میزدیم. خیلی بهتون تبریک میگم. من همیشه لاله رو چجوری بگم، با برادرش برادری واقعی زندگی میکنم. من همیشه لاله رو مثل یه دوست، مثل یه برادر، مثل یه خواهر، نمیدونم، مثل هر چیزی که بشه واقعی دوستش داشت. لاله خیلی برای من عزیزه. حس میکنم لاله از تو خیلی تعریف کرده، خصوصا وقتی گفت از اون خونه که ما بلند شدیم شما اومدین جای ما نشستیم. اون دوتا اتاق، من تو اون صندوق خونه خیلی مشغول نوشتم. ما هنوزم همون جاییم آقای امانی. معلومه خیلی زحمت کشیدین تا اینجا رسوندینش. خوبه، تازه داره حرفتون گل میندازه. بمون جمال. آره، میموندی. مهمونا که برن ما میتونیم بشینیم و با هم یه حالی بکنیم، از اون خونه و اون کوچه حرف بزنیم. خوبه، یادتونه. کاش همیشه یادتون باشه قدر این روزگار رو بدونیم. مردم دارن تو خیابونا هم دیگر رو میشنسن بدون واهمه. مواظب خودت باش، گلوله است، خبر که نمی کنه، شوخی هم نداره. عیبی نداره، لاله درش میاد. خب ما رفتیم. خدا باشید. خدا.
پسر خوبیه. من این جوانا رو خوب میشناسم. تماشگاه با کن خوب نیست. چی شده؟ هیچی. بهت نگفته بودم. درد زخمی میده است. خوب دواهات کجاست؟ بالا تو اتاق کار. نه کنار تخت خواب. ششوی بالایی رو بکش. یه شیشه قرصه. تو رومین؟ بغلش بالوسه. چسبیده باشه. گوشت شام امشب از بهترین گوشت شکار تمام دوران من و دوستانم. این شاهکار سرآشپز منه. دوست داریم بدونین چی خوردین؟ بیارینش. من تا حالا گوشت گوز نخورده بودم. گوشت شکار نایمد مگه دواتو نخوردی؟ این چیه؟ این چی دیگه نیست؟ یا تاگامت یا مالاکس؟ به این چجوری زیر روم یکی کرده؟ چی کار میتونم برات بکنم؟ یه فکر اساسی براش بکن. خوب میشه. دکتر خوب زیاد هست. میخوای فردا به یکی دوشون بگم؟ مادر تنهام نذارین.
نگین که شوهر داره. من امشب بهتون تلفن میکنم. خب دیگه از حالا با خودت موفق بشی. خدا حافظ پسرم. من در خدمت خدا حافظ. حسابی خسته شدیم. آشپزها کجا؟ ها؟ رفتن خانم، خسته بودن. شما هم سرتون شلوغ بود، نخواستم مزاحم بشم. خسته نباشید. متشکرم. بارونی برم توی این فرست که خب بیرم از عروسی. خیلی خسته شدیم. نه خیلی ممنون. باقیش باشه برای فردا صبح. ها خیلی خسته شدیم. مبارکتون باشه آقا. ماشالله عروس خانم خوشگله. دست خوشتون باشه برای فردا. ما هم باید یه سفری بزنیم. تو این شلوغی؟ تموم میشه. این چیزا همیشه بوده. مردم باید گاهی دادی بزنن. اما این ما شرکتیم آقا. ها؟ اگه خواستیم فردا برای تمیز کردن میاییم. تلفن میزنم. خسته نباشی. وسیله داریم برای رفتن؟ یه جوری میریم آقا. چتر بریم. این گولو بده به دخترت. بیا. دست شما درد نکنه خانم. نور تو زندگیتون باشه. شبتون بخیر. خوشبخت باشین ایشالله. خیلی خوب بفرمین. خانم بزرگ امشب واقعا سنگ تموم گذاشت. بفرمین. مبارکتون باشه خانم. متشکرم. خیلی ممنونم. بفرمین. انشالله که خوشبخت باشه. تلافی میکنم. شما دیگه زحمت نکشین. ما خودمون میریم. تا دم دره. خیلی ممنون. انشالله عروسی تو. خیلی متشکرم. بگو عباس ماشین من باشه. چشم آقا. خب. عزیزم خیلی معذرت میخوام. یه نیم ساعتی باید برم شرکت، کار دارم. شب عروسیته. چی کار میتونه باشه که؟ اگه تلفن شد. تلفن دیگه برای چی؟ مگه قراره بودم تلفن بشه؟ برمیگردم. خب، دارونیم کجاست؟
از چی؟ از این چرا وحشت زدی؟ چیزی که نشده. وقتی تو رفتی وحشت منو گرفت. آخه صدای سگ، صدای تیراندازی میشنوی؟ سگ، این شکارا. حق داری عزیزم، آدرس تو یادم رفت، ببرم من زود برمیگردم. این سگه یه قلعه رو مواظبه. نترس، من زود برمیگردم. بی خواهر که درزت باز نکن، من که کلید دارم. بی خود نترس، خیلی مهمه و ایلا غیر ممکن بود برم. آره میفهمم، باید برات خیلی مهم باشه که شب عروسیت منو تنها میذاری و میری. زود برمی کردم. Thank you.
هرچی رو بذارین با من کار دارم. بگو لاله باشه. الو هیچی نگو، بروم نیار، هیچی نگو، خواهش میکنم. میخوای بیان؟ تو کجایی؟ چی شده؟ یه کاری باید برام بکنی. نه نگو. خیلی باشه، این که معلومه. برو خیابون قدیم شمرو بنویس. نبشه طغرل. خوبه؟ زود باش. نگران نباش، اینا همش مربوط به اونه؟ یه همچین شبی تو رو تنها گذاشته؟ ببینم کتک زده؟ نه نه جمال، نه فاطمه سبکته. نمیدونم، 10 تا تلفن بهش شده، اصلا برای تلفناش نیست. میخوای بیام بیارمه؟ تو خواهی تلفنی؟ آره. مینو صحبت کنم، میخوام با خودشون صحبت کنم. با کدام یکی؟ نمیدونم، هر کدوم. میخواستم با مینو صحبت کنم. الو بفرمایید، استرادی صبر کنم یا وقت قبلی داریم؟ گفتم میخوام با مینو صحبت کنم. کدوم یکی از من؟ کدوم یکی؟ نمیدونم، میخوام با مینو صحبت کنم. من از طرف الو دستوره کلیپ ما این دستور میده، تمام حساب غلط در اومده. ما
میدونیم چجوری میشه این مردم رو ساکت کرد. بیا بگیر بخون یه مش تئوری بچگانه، تمامش غلطه. این تاکتیک یعنی دینامیت زیر چارتتون دولت. دستور آزادی زندانیان سیاسی رو کی امضا کرد؟ محرمان است. محرمان است؟ برای کی؟ برای من؟ دستور دسته دسته آزادی زندانیان سیاسی کرد کدومشون برای ما قیمتی داشتن که تصورشو نمیشه کرد؟ محرمان است؟ دستگیریشون، بازجوییاشون، اون کلمه هایی که با قازنبار از زیر دندونشون میکشیم بیرون تا امنیت اونو حفظ بکنیم. تمامش غلطه اون آقا. آزادی که محرمانه بچگانه است. ما میدونیم چجوری میشه صدای مردم رو خفه کرد. این مرحله سرکوب با عوامل نظامی غلطه. این راه حل سیاسی میخواد. اینا دارن به ما دیکته میکنن که چجوری باید ناشیانه عمل کرد. چرا؟ اگه اینان که همه ای ما رو میذارن میرن، اونی میبره که بلیتش دستشه و هواپیماش آماده است. راه حل نظامی نیست، سیاسیه. ما که با اون سختی خط قرمز زیر اسماشون کشیدیم و گفتیم غلط، حالا چطوری آزادشون کنیم که این زیر خودمون زیر این تاکتیک 25 ساله خط قرمز بکشیم و بگیم غلط؟ من هیچ وقت از یه مامور امنیتی کشور استعفا نمیدم به یک فضول. ما زحمت کشیدیم تا این اداره کارش فقط خبرچینی نباشه. این اداره به حدی رسیده که راه حلای سیاسی حتی نظامی برای منطقه طرح اجرا میکنه. برای اینکه بدونی چه خبره، با اون همه ادعاهایی که میکنی برای این خواستمت. برادر خانم شما لاله خانم 3 روزه که دستگیر شده. از یه عملیات برمیگشته. فقط اسمشو گفته. و یه خورده ریز دیگه. بغل گوشته. برادرش؟ یادمه. این اتفاقیه. من باید صبر میکردم. اما تا کجاها اومدن؟ میخوام ببینمش. اومدن؟ تا اینجا اومدن؟ عوض این که ما بریم. میخوام ببینمش. عروسیت مبارک باشه.
زندانی سیاسی یعنی سیاهی لشکر. سیاهی لشکر یعنی بی‌نام، موجود در صحنه اما بی اسم. گوشاتو باز کن، ایران انقلاب شد. خیال میکنی شما همه کاره میشین؟ تو نمیفهمی، خیلی راحت گرفتین. نه الدنگ، نه قروبشاه. تو نمیفهمی که باید اسم خاص باشی و الا سیاهی لشکری. شما اداره امنیت چرا وقتتون رو صرف این سیاهی لشکرا میکنین؟ ما منکر قدرت سیاهی لشکر نیستیم. بس شما به مردم میگین سیاهی لشکر؟ چون قدرت واقعی تعیین کننده همینا هستن، هم اسم خاصن هم عام. تا این مردم به واقعیت بر حق انقلابی خودشون نرسن، این انقلاب ادامه داره. بوی چی به دماغت خورده؟ از این رقاص‌بازی‌ها که تو خیابونا شروع شده تو دنیا زیاد. من دارم با تو انسانی حرف میزنم، میفهمی؟ انسانی؟ شما نمیفهمین به سر این مردم و این مملکت چی دارین میارین؟ شما نمیفهمین امنیت یعنی چه؟ شما ماجراجویی، تکنولوژی آیه نمیخواد. و چیزی که این روزا از شما ها صادر میشه فقط آیه است. خیال میکنی ما مسلمون نیستیم؟ مکانیزم اندام این جامعه هستیم. هر دولتی در هر جامعه ای پلیس امنیتی میخواد. هر نوع دموکراسی، هر نوع حکومتی که هر اسمی میخواد داشته باشه پلیس امنیتی میخواد. این اجتناب ناپذیره. دیر یا زود هر حکومتی به این حقیقت خواهد رسید. شما سیاه رگم که جزء مکانیزم این اما این بحثا برای چیه؟ پلیس امنیتی وجودش تعریفی داره، عملش تعریفی دیگه. شما پلیس چه نوع امنیتی هستین؟ امنیت حکومتی رو تضمین میکنین که با مردمش این رفتار رو میکنه؟ ما شما نمیترسیم، داریم آزادتون میکنیم. با حس انسانی نمیشه هیلگری کرد آقا. هیلگری وسیله خودشو میخواد. میخواین قانون اساسی بازی در آرین؟ کفگیرتون تایدیک خورده، این دیگه کنه شده. اگه قدرت داشتم از این زندان شما بیرون نمیرفتم. پشت این آزادی شما بوی جنگ هیله گری میارم. فشو خورم سر گو بگو. یه میدون به اسمت میکنم، اسمتو میذارم روی خیابون، بعدش میفهمین که چه کلک گنده کردی. شما ابزار اجرایی یک حاکمیت بیرنگ هستی. ما ابزار اجرایی یک حاکمیت شناخته شده ایم. حاکمیت مردم برای شما نشناخته است. آزادی خودت رو می‌گردی.
شده. تو امشب چته؟ چرا هر وقت منو میبینی اینجوری میشی؟ چته؟ چته؟ ببینم مثل اینکه اتفاقی افتاده. چی شده؟ تو ترسیدی؟ ترسیدی؟ خیالای بد کردی میدون خیالای بد کردی چیزی که نشده. در پایین قفل بود اما در ساختمون باز بود. اینا کلید رو در بود. چقدر دستات سرده. معذرت میخوام. چی؟ گفتم معذرت میخوام. نمیدونم شاید انگار همه این حیوان ها زنده. این خونه پر شده از نفساش. عزیز من چه حرفا میزنی؟ یواش یواش عادت میکنی. اولش خب حق با تو. نگاه دیگه نترس. هیچ وقت نترس. من اینجا. گوش کن، من دیدم در خفر و پشتش انداخته از زنگ زدم. بعد فکر کردم که یعنی خودم بهت گفته بودم که اگه زنگ زدن باز نکن. رفتم گفتم که نکنه تو بترسی. خب تو تنهایی. خب دیگه تنهایی. برگشتم چه بارونی. این دزدا از دیوار بالا اومدم. یه پاسمون میدید اونم تو این شب. نمیدونستم توی از بالا. یعنی دیدمت انگار کس دیگه بود. هیچ شباهتی به تو نداشت. تعریف کردنیه اگه برای شریکان بگم تو منو نشناختی. رفتم شرکت، یه اسنادی بود برداشتم رفتم یه جلسه. میدونی صدای گلوله خیلی عاد. حق بدیدم. آره شب اول خونی نشناخته، خونه از حیوانای خشک، صدای گلوله، بارون. بلند شو بلند شو بریم بالا. عادت میکنی. چیه چی شده؟ منو ورق زدی ازش یاد داشتم ورداشتی. هیچ وقت سرت تو کارای خصوصی من نکرش. کار من مربوط به تو نیست. ما روابط عاطفی داریم، روابط عاشقانه داریم، روابط یک زن و شوهر معتقد به اصول اخلاقی و قدیمی خودمونه داریم. این مرد سالاری. این مرد سالاری نیست. نه تو باید یاد بگیری. تو اون دفترچه چی دیدی؟ چند تا نشونی؟ شماره تلفن؟ به اسم چند تا زن برخوردی؟ هر روز یکی. ببین فکرت کجا رفت؟ یه شوهر هرزه با دوستای اونجوری. آخه فکر نکردی که آدم هرچی هم خانم باز باشه و اونجور که تو فکر میکنی. بابا تو هم دیگه خیلی حقشی ازم معذرت رو خواهی. هی بابا تو دیگه کی هستی؟ پس تمومه؟ نیم خبری بالا در بسید حوض بگیرم.
میخوام بگم کجاها رو نگشتی؟ فکرهای خیلی بد کردم، حوصله‌ام سر رفته بود. این عادت بچگیای من بود، هر وقت حوصله‌ام سر میرفت همه خونه رو میگشتم. تو هم میخوای تو این خونه زندگی بکنی، همه جارم که گشتی چیزی هم برای فردا نذاشتی. حالا این نگاه تو یادم اومد. این همون نگاهیه که از مدرسه که می اومدم سر هر پیچ کوچه ای جلوم بود، سر ساعت 4:30 هر جا که بودی ول می کردی و می اومدی. نه چه چیزایی رو چه وقتایی یادت میاد؟ فیلم دیدی؟ نه نرسیدم، مامان تلفن زد. شب اول عروسی مامان چی گفت؟ اون گفت همه جا رو بگه. مامان چی گفت؟ فردا یه سر میریم پلوش، میخواستم جلو مینو باهات دعوا کنم. تلفن زدم به مینو. کدوم؟ مینو. مینویی که سر شب، یعنی سر شب عروسی تا حالا 10 دفعه‌ای تا اونجا که من میدونم کارت داشتی. چی؟ اونا اینجا تو چی کار کردی؟ تو دفترچی ما شب اول چی رو برد زدی؟ چی به تو گفت روی دفترچی ما؟ تو یه دفعه شب اول چرا؟ یه دفعه چرا اینجوری شدی؟ تو چرا اینطوری شدی؟ میشنوی؟ همین جوری؟ متصل میاد؟ تلفن زدی؟ تلفن زدی؟ تلفن زدی؟ آره! فهمیدن تویی؟ تو رو شناختن؟ صدای ضبط صوت. پس درسته که تو؟ که من چی؟ مشکوکی. منو ببخش، دستم خورد تو صورتت. فهمیدم؟ من زود قطع کردم. خب اگه نفهمیدم بلش کنم مگه چی میشه؟ غیر قابل تصوره. Thank you.
شب بخیر. من فقط از شما خواستم در مورد گذشته اون تحقیق کنید و فعالیتش. اما معذرت میخوام، منتظر نشد که باید عروسی تموم شده. چی شده؟ اینقدر مهم نیست که پرونده بشه. خانم شما پاک، تبریک. هیچ نقطه تاریخ تو زندگی ایشون نیست. تو دانشکده آروم و سر به زیر بودن. فقط یکی دو دفعه مهم نیست. چی مهم نیست؟ بگو. تو وراجی‌های سیاسی دانشکده ای بود. وراجی سیاسی؟ یا که بگو آقا. پرونده ایشون یه برادر هست دکتری، خودش تقاضای انتقال بدهات داده و حرفای دیگه که حالا که زیر نداره. پرونده اون تموم شده، چرا اونجا تلفن میکنم کسی جواب نمیده؟ خودشون آتش بیار معرکه منطقش، بوی اتفاق بزرگ میاد، نشستن پای میز قمار. امنیتی که من میبینم ساده نیست. زندونی سیاسی داره آزاد میشه. من اینجا برای کی کار میکنم؟ مأمور سیاسی باید از هر کسی بیشتر موقعیت مملکت رو درک بکنه. پلیس سیاسی قبل از اینکه اسلحه‌اش از کمرش بکشه بیرون باید فکرش جای اسلحه‌اش کار بکنه. قسم میخورم همین الان دارن برای فرار با زناشون سر بردن جواهراشون چونه میزنن. کلید پیش توه؟ خیلی متاسفم عروس خانم، بخور باشی. مثل اینکه بی خود ازت معذرت خواستم. شب خوبی نداریم آقای امانی. بده کلیدو. میگن پردلی از دل ترس میزنه بیرون. تو هنوز اینقدر نترسیدی که اینقدر پردل باشی. اما این مردم اینقدر ترسیدن که میبینی چقدر پردل شدن. تمام زندگی من خرج این شده که بیای. حالا به همین سادگی بری؟ من نمیتونم قبول کنم که شوهرم آقای امانی بده کلیدو. ما مستبد نیستیم. این مردم بی خود دم از استبداد ما میزنن. آقای امانی، اندازه استبدادو با تعداد زندانیای سیاسی میسنجن. بده اون کلیدو. افا یاد نارخوری دانشکده تون افتادی؟ بلبلای سیاسی. چه مرگت شده؟ ما میتونیم حرف بزنیم. بده من اون چیز با این شاب بار میتونم درار بیا بشین اینجا. حالا حرف بزن. منم واشتادم دست به سینه. آروم حرف بزن. مگه امشب خون بالا نیارم؟ شب عروسیمه. بگو. آروم حرف بزن. تو عرض دو ساعت که من نبودم همه خونه رو گشتی؟ من از تو میترسم. من 16 ساله که خواستم که اگه زن داشته باشم، که اگه عاشق باشم تو باشی. ذهن منو تمام این سالها عشق تو گرفتی. صبر گاهی واریده گاهی آفتاب کرده. من هیچ وقت فرصت عاشق شدن تو زندگیم پیدا نکردم. من میتونم بگم خوب یادمه از در خونم اون تا خونه شما چند قدم بود. میتونم بگم آفتاب 8 صبح و 1:30 بعد از ظهر تو چه فصلایی کجای در چوبی بزرگ آبی خونتون میفتد. این ساعتا برای مدرسه از خونه میومدی بیرون. یه هفته شبا کار میکرد تو کارخونه کفاشی که برای سربازا پوتید میدوختیم تا با پولش ماشین کرایه کنم و بیام در مدرسه. وقتی به بابام گفتم عاشق تو شدم گفت فکر نون کن. اون دو تا چشم، اون باغ، اون
ماشینای خاک خورده ته دا، اون برادرت که هیچ وقت با من رفیق نشد، همه اونا باعث شد که من حرف بابامو گوش کنم و فکر نون کنم. به چه قیمتی؟ قیمت این مردم چیه؟ تو شکنجگری. من شکنجگر نیستم. شکنجگر ندیدی؟ اونی که پاره میکنه، اونی که دست آره میکنه، اونی که آدمو تو روغن داغ میشونه، چروکای صورتی آدم خاطی رو با اوتو صاف میکنه. من شکنجگر نیستم. تو شکنجه نمیکنی، شکنجه سازی. مأمور سیاسی یعنی نماینده اختناق. آره، تو پر از حسی، اما کنترل شده. وظیفه برات همه چیزه. مأمور نیستی، مأمور سازی. تو این شرایط هرچی آگاه‌تر خطرناک‌تر. من با تو بحثی ندارم، من فقط میخوام برم. معلومه، شما فقط تمرین کردین که جواب بدین. روشن فکرانه، دیوونه های بحث سیاسی. یواش، اینجوری نمیشه. تو وارد یه جریان شدی. چه جریانی؟ نه، من دارم بازجویی میشم. هر چیزی که تو زندگی تو نفس بکشه باید بازجویی بشه. همش همین بود. تو این همه خاطراتو چجوری، اونم اینقدر با سیاهی و چرک، با خودت کشیدی؟ تو همش میخوای فتح کنی. فتح چی؟ این خونه، سفر تحقیقی به امریکا. یه خود از این فیلمو دیدم، لباس پوشیدنت، نگاهت، همه چیزت. این خونت به خدا امانی یه وصله است. برای چی رفته بودی رو کاری ندارم. این خونه شاگردا تو خونه های عیونی لباس مارکدار آقا رو می پوشن، تهمونده غذای خوب پخته شده رو می خورن، تو باغ اونا هم قدم می زنن. اما یه خونه شاگردم، نوکرم. امانی، یه نگاه به مردم بکن. من با اون زندگی باباییم اینو فهمیدم. بیا بل کن امانی. من برای این تربیت شدم که وادار به توبه کنم، نه اینکه خودم توبه کنم. اونی که حرف مبارزه رو میزنه تو نیستی با اون خونه وادت. سال آخر پزشکی، ناز و نعمت، منم دارم مبارزه میکنم. اگه اونا کشته میدن مام میدیم، اگه اونا عقیدشون اینه مام اینه. منم جونمو گذاشتم برای این مملکت. نه آقای امانی، با دولت بودن و محافظ دولت بودن اونم این دولت مبارزه نیست. پشت قدرت با ناز و نعمت زندگی کردنه. قدرت اینه که شما هرچی آدم آگاهی تو زندونتون بکشین. زندونای شما پر از آدمای بیدار و آگاهه. آزادشون کنین. دو روز رادیو تلویزیون دستشون بدید تا با مردم حرفاشونو بزنن. اسلحه و زور رو از وسط بردارید تا ملت خودش تصمیم بگیره. اگه روزنامه و رادیو تلویزیون مال مردم باشه، حرف مردمو میزنه. اگه مال دولت باشه، حرف دولت. حکومت نظامی هم فایده ای نداره. اگه یه ملت زور و شناخت، قدرت خودش هم شناخت، پای 10 تا انقلاب دیگه هم وای میسه. زنیکه، وقتی قانون رعایت نشه دیگه آزادی وجود نداره. من شوهرتم، ماجه به نظام فکری من تو میکشمت. تو میتونی تو تمام طول زندگی تو نور را بیاری. من حق دارم تو رو بکشم. میتونم تو رو بکشم، میفهمی؟ تو هستی که داری از من یه حیوان میسازی. من حیوان نیستم. تو کی هستی؟ میخوای از من چی بتادی؟ من خون شاگرد امریکایی نیستم. پس همینی؟ گوش کن، تو فرق بگو بکش، بگو بکش کنی فرزدی. همه چی تو باشی، میفهمی؟ میفهمی؟ آخه تو چرا توی موقعیت با من بحث میکنی؟ گوش کن، نظرت.
Vorstor. Alo. آره. دیر کردم که بهت بگم یاد از خونه نمیشه گوش میکنن. به نظر نمیاد شرکت باشه. یه نفر پاس بایزه. شرکت یه پاس نداره. اونم مسلح. ازش سخت مراقبت میشه. به یکی از بچه ها تلفن زدم برام گفت میفهمی. به شک دست بید. امانی یه اسم دیگه هم داره خوش میدونی. تیراندازی داره بیداد میکنه. میشنم. همه مردم هستن. دستور العمل های تحقیقی و تعمیری ساده. آدم کوچیکی نیست. پلیس بی شوخی از اونجا هر جوری هست بزن بیرون. جواب درست بدی مردم اونا صداشونو میشنوی؟ پشتتو میلرزونه. اونایی که شکنجه کردی دست خالی نرفتن. هر کدومشون تو دلت یه زخم گذاشتن. من باید بفهمم کی تلفن زد. من که بفهمم ببین مردم کجا. من با مردم فرق دارم اما اونا رو حس میکنم. تو نه، تو حتی نوکیزه هم نیستی. نه، اینو بفهم. هر دولتی که بیاد، هر کی به من احتیاج داره. وقتی دولت بود من هستم. من سکه‌ایم که همه جا ورم می‌دارم. من متخصصم. وقتی دولت از مردم جدا شد سرکله من پیدا میشه. من آجار فرانسه‌ام. به همه چی می‌خورم. با حقوق بهتر شکنجگر آماتور یا زندانی رو میکشه به آسپسش بر نمیاد. اون وقت من میام. خلاصه پتیاره، تو به درد من نمیخوری. تو لایق من نیستی. اسمشو بگو تا دیر نشده. بذار من برم. آمانی حالا بیا یه جلو بزن گردنمو بشکن. تیکه تیکم کن. اینجوری میشه که آدم یاد میگیره بگه نه. هرچی زور بیشتر باشه استقامتم بیشتر میشه. بذار برم. من میخوام برم. اسمشو بگو تا دیر نشده. بگو تا دیر نشده. بگو Oh!
کور خوندی. این من اصلی، این توی من. این بچه بازی ها رو تموم کردم. این بازی ها برای شما جذابیت داره، برای ما تموم شده است. نگاه کن، آمریکاست. بعضی وقتا خودمون دکون باز میکردیم کنار دکونای واقعی کنفدراسیونا. همه جور بود، با همه پاکیشون تایی دلم براشون میسوخت. منو اول گذاشتن توی یه ماموریت کوچیک. باید چند نفری رو میدیدم، ازشون سالن اجاره میکردم برای نعره زدن ها، این سالن نعره بورس. اینا میشد سالن نعره های بورس عقاید سیاسی دانشجویی. دانشجویی که فقط چند سالی از زندگیش دانشجو و وظیفه پیش تازی داره. بدبخت اون کارگری که به این دانشجو اعتماد میکنه. دانشجوی نیمه وقت سیاسی نعرهاشو میزنه، میبینه شده نصف. بیشتر بورسیا رفتن سر خونه زندگیشون. خودمون را میداختیم، اینقدر این ور اون ور میزدیم تا میشد سالونا بررسی میشد. مثل خودم که اول بررسی شدم، عین یه ماشین بررسی شدم. بدنم، هوشم، میزان اتکاب نفسم، تنفرم از فقر، به هم نمره دادن. مامورای خوب اونا تاییدم کردن، گفتن ماشین خوبیه، میتونه کار کنه. تو خونه سرپرستای سازمانی نفوذ میکردیم، بازن و بچه هاشون گرم میگرفتیم. بدبخت ها فکر میکردم بعد از این همه به قول خودشون مبارزه، چه کارهای بزرگی دارن برای مملکتشون میکنن. سالون اجاره میکردیم، اونا رو تشویق میکردیم که بیان شعار بدن. اونا میومدن و شعار میدادن، 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 شعار میدادن. همه جور شعار را مینداختیم کنار خودشون. شاپ سرد، انجمنهای اسلامی، شفق، دبیا، کنفدراسیون احیا، خط راست هامبورگ، خط چپ سفید، خط راست سفید. میموندن مبارزای واقعیشون. حالا کار ما شروع میشد. سخت بود مبارزه با اصلیاشون، سخت بود. اونجا باید نفوذ میکردیم. به من زود اعتماد میکردن. طبقه من خودش ورقه اعتماد بود. نهره ها شروع میشد. فریاداشونو مثل سنگ تو سر هم میکوبیدن به نام انتقاد از خود. وقتی خنده دار بود که میدیدی خود جریان یه جریان خورده پولداریه. مبارزه واقعی اصلا اونجا چی کار میکنه؟ تو مملکتش با میسته مبارزه میکنه. مبارزهش، تعهدش خیلی مهمتر از درس خوندنشه. اصول یک متعهد مبارزشه، نه بالا نه پایید. کاش اون کیسه نبودی و میدیدی. بیچاره محله من، از محله من، از فقر من. کسی که تسلیم نامش روحات نشه، کسی که تسلیم نشه، یعنی معجزه. از سالای 30 تا 40 ساختن یه جامعه بی‌هویت فقیر بود، بعد تجمل بسمه‌ای که اسمش توسعه اقتصادی بود، یه جامعه بساز و بفروش دلال. سال 42 صدایی بلند شد که ما رو هوشیار کرد که اداره ما باید توسعه پیدا کنه. ما خوب میدونیم که اگه جامعه مجهز به اخلاق بشه دیگه تمومه. انقلاب یعنی اخلاق، باید این اخلاق از جامعه گرفته میشد. به نام پیشرفت این جامعه رو باید شخم زد. اون خونه ما یادته؟ یه خونه شخم زده ته کوچه بود. شما هیچ وقت ته کوچه نمی اومدی. برق خونمون دزدی بود. شبا سیم مینداختیم رو سیم کوچه تا رادیومون رو روشن کنیم. رادیو همه تجمل سالای جمهوری من بود. خونه شما همیشه ساکت میشد، توش قدم زد، راه رفت، فکر کرد. اونجا میشد این برادرت بود، این برادرت تو رفاه درس بود. اونجاست که تو میگی اخلاق و آرمان. کدوم اخلاق؟ اخلاق بابام؟ دیدی امشب چه فکل کراواتی زده بود و به حساب رفته بود لدست ایونا؟ اون اگه اخلاق داشت مثل همسایه‌هاش باید رو پشت و بوم خونش مثل مردم این خودش فریاد میکشید. اون چی میتونست من یاد بده؟ الان میفهمم گدا صفتی یه چیزه، فقیر یه چیز دیگه. گدا صفت اخلاق نمیدونه چی، اما فقیر چرا؟ ابزار دلالی که آماده شد کار تمومه. زمین، خونه، مجله، فیلم، عرق، اعتیاد، ضیافت، ترافیک، بوتیک، شد توسعه اقتصادی. اینا رو از یه زندانی شنیدیم، برامون نیوردیم. محله من پر از نواب و خلیل بود، همه جورش بود.
اینجاست که میگم اونی که تسلیم نشه یعنی معجزه، موندن و فهمیدن و مبارزه کردن یا به تبل بیاری زدن و بردگی. جان سوم نه، جان واسطه. تاریخ مارم از پیش میسازم، از یه چیز میترسم، اونی که تو خیابون را افتاده اعتقاد داره اما دلال معامله چیه؟ اینجا نشد یه جای دیگه. تو این سالای محرومیت جوونی من از همچه خونواده یه جوون دیپلم میگیره میفته تو جامعه، فقر اندازه مشخصی نداره، خونه من با کوچه فرقی نداشت، فقط برادرت از خونه ما خبر داشت، فقط خبر داشت. داره من این صدا و فریادها رو خوب میشناسم، مال کوچه ها و آدم های آشنای ماست، اما من باید میرفتم نیویورک، آمریکا. من میخواستم انگلیسی حرف بزنم و این خونه رو داشته باشم. من گیش نیستم، باید همه چیز خونسا کرد، باید همه چیز خونسا کرد، مردمو باید ساکت کرد. سالای 37 و 38 اینا نگفتن که قرار سواکین باشه، کارگاهی بودیم که تبدیل به ماموران امنیتی آبرومندی شدیم. سالای 34 35 شلوارای کرباسی داشت تبدیل به جین میشد، پول نفت باید درست خرج میشد که شد، ریخت تو مملکت، باید ادارمون رو بزرگش میکردیم، مشتریامون هم داشت زیاد میشد. سالای 42 شروع شده بود، میفهمی؟ ما خیلی تمرین کردیم برای ساکت کردن مردم، خیلی تمرین کردیم برای همه ما عقب رفاه میکردیم. شما کی هستید؟ بگو کی بود؟ کی؟ شما کی هستید؟ از کدوم داره دسته این؟ بگو کی بود اونه که تلفن زد؟ بگو! بگو کی بود تلفن زد؟ کی بود؟ کی بود تلفن زد؟ از طرف برادرت بودن با تو چی کار دارن؟ چی کار دارن؟ من میفهمیدم تو چیزایی رو از من فهمیدی که برات ممنوعه. تو میتونی برام پرونده بسازی. شما کی هستی؟ شما؟ تو کی هستی؟ تو؟ از کدوم داره دستش؟ من امشب یکی از شماها را آزاد کردم، تو شاید یکی از اونا نباشی ولی در ارتباطی، در ارتباطی. کسی که فکر کنه من احمقم میکشمش. نمیذاری برم؟ نه! تو کدوم طرفی هستی؟ تو کی هستی؟ باید تسلیم امنیت بشی؟ تو به همه چیز مدنونی، زندگیت یعنی؟ تو اومدی سراغ من، یادت رفته؟ من جا نمیزنم. اگه اسم اونها نگی میکشمت. داری تو رو در واسی مبارز بودن گار دسته. این پره تو نزال خانم، تو جای تو بستی که اصلا زخم نیست. زخمی که تو حرفشو میزنی تو تن کسای دیگه است. آقای امانی بده من از دیگه. Yeah.